درود میگم به همه بینندگان عزیز برنامه. امروز هم با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم. ممنون از اینکه برنامه ها را حمایت میکنین. امروز یک برنامه داریم در مورد اتحادیه اروپا، دغدغه شهروندان اتحادیه اروپا، و می مقایسهش میکنیم با شرایط ایران و ببینیم که به قول معروف خرمذهبی های ما چطور این رو تفسیر میکنن و واقعیت چی هستش. دوستان، یک آماری رو خود اتحادیه اروپا داده، خود یورونیوز هم منتشر کرده، که دغدغه اصلی شهروندان اتحادیه اروپا در زمستان گذشته و بهار امسال، یعنی بهار و زمستان که گذشت، دغدغه‌شون چی بوده؟ خب بیشتر تورم بوده به خاطر جنگ اوکراین و روسیه، و به خاطر بالا رفتن هزینه ها به خاطر پاندمی و کرونا، همه این حرفا، و یکی هم اوضاع بین الملل. حالا از این طرف اومدن خر مذهبی های ما شروع کردن، وای وای، مگه اروپا نباید نمیدونم توی خوشی غرق باشن؟ مگه اینا نباید بدون مشکل باشن؟ نه عزیزم، هیچ از این خبران نیست که هیچ جای دنیا هیچ مشکل اروپایی ها هیچ مشکلی نداشته باشن، تو خوشی غرق باشن. منتها سرطانی مثل شما ندارن که رو مخشون باشه. خب بریم بچه ها، من خودم تعصبی که روی غرب ندارم که مثل بعضی از ایرانیایی که میان اینجا دیگه اصلا خودشون گم میکنن و غرق میشن و اصلا به قولی کاسه داغتر از آش. و اصلا من خودم در مورد ایرادات اروپا و آمریکا قبلا برنامه ساختم، ایراداتشم میگم، ولی به هر صورت خوبیاشم باید گفت دیگه. ببینید، اروپا یک سرزمین سرد بدون منابع. خب طبیعیه که مردمش دغدغه انرژی داشته باشن، تامین انرژی داشته باشن، ولی مایی که روی نفت و گاز نشستیم و این همه هم حکومت چه میدونم شیعه ما داره تو بوق و کرنا میکنه که نمیدونم هشتگ زدن زمستان سرد فلان، چه اتفاقی افتاد؟ در اول چه اتفاقی افتاد؟ ملت ما که روی نفت و گاز نشستن، تابستون برق ندارن، آب ندارن، زمستونم گاز ندارن. حالا بریم بپردازیم به این آمار. ببینید، آماری که اومده داده، دغدغه اول شهروندان اتحادیه اروپا تورم و افزایش هزینه های زندگی بوده، که خب واقعا هم قضیه بود که همه اولش نگران شدن. خب تازه پاندمی کرونا تموم شده بود، حالا یه مقدار تو پاندمی گرون شد، ولی خیلی نه، کنترلش کردن. وقتی که جنگ اوکراین و روسیه شروع شد، واقعا سعودی قیمت‌ها رفت بالا، یعنی قیمت همه چی، مواد غذایی، اینا همه چی دو برابر، راحت تا دو برابر رسید، و همین جور هم داشت افزایش پیدا میکرد. ولی حداقلش اینه که آقا من میدونم برنامه‌هاشم من ساختم، خب، که اروپا خیلی مشکل داره، اروپا هم سیاست مدار فاسد داره، اروپا هم خیلی اتفاقاتی میفته که ناراحت کننده است، ولی اینطوری نیست که مشکلاتشون رو مثل جمهوری اسلامی تمام مشکلات رو ول کنن بعد بیان بشینن گیر بدن به موی سر زنا. نه، اینا اگه تورم دارن، اگر که نمیدونم هزینه ها داره میره بالا، جنگ فلانه، میان براش برنامه ریزی میکنن، براش فکر میکنن، و میبینیم هم که هر طور شده آقا اینا استعمارگرن، آقا پا گذاشتن رو خونه نمیدونم مردم ایران، همه اینا درست، و برای من که یه ایرانی هم خیلی جای درد و ناراحتی داره، ولی برای مردم خودشون که خوبن، که استعمار میکنن دیگران رو، مردم خودشون راحت زندگی کنن، نه که مثل حکومت ما که تو سر مردم خودش میزنه، مردم خودش رو آزار میده، بعد مثلا عرب و آفریقایی، اونم نه عرب و آفریقایی درست حسابیه، مثلا سرمایه داره، پول داره فلان، داغونترین عربا و داغونترین افغانستانیا و آفریقایی ها رو برمیداره جمع میکنه که اینا به خاطر یه لقمه نون، مثلا به خاطر یه شام شب، بیان شیعه بشن، که اینا فقط مگسوار تعداد شیعیان جهان رو افزایش بدن. واقعا چه دستاوردی. خب پس اولین دغدغه مردم اروپا بعد از جنگ اوکراین تورم و هزینه های زندگی بوده، به خاطر اینکه خب جنگ بود و بلافاصله بعدش هم زمستون شد، و دیدیم که من برنامه‌هاشم خودم ساختم که مردم حتی به جمع‌آوری هیزومم روی آورده بودن، ولی خب زمستون رو رد کردن.
دومین دغدغشون اوضاع بین الملله. بچه ها این البته اوضاع بین الملل یه توقعی که ما ایرانی ها داریم، فکر میکنیم که مثلا غربی ها چون تو خوشی غرقن و مشکلی ندارن حتما باید بیان به مشکلات ما فکر کنن. خیلی از سیاسیون ما، حالا خیلی ازشون که مغرضن که دارن پول میگیرن برای سیاسی بودن، دارن پول میگیرن، مثل خانم مسیح علی نژاد، آقای رضا پهلوی و خیلی هاشون دارن پول میگیرن که سیاسی باشن. خب اینا رو من کاری ندارم، و ایرانی های حتی شهروندان عادی ایران که فکر میکنم ما باید دل ببندیم که آمریکا بیاد نجاتمون بده، فرانسه و آلمان بیاد نجاتمون بده. فرانسه همون کسی بود که خمینی رو به ما هدیه داد و به همراهی آمریکا. خب بنابراین زیاد چشم امید به غربی ها نداشته باشیم. خود مردم عادی غرب هم نگاه میکنن تو اخبار، مثلا آقا آره تو ایران تظاهرات، الان بچه ها مثلا تو سودان، خب مثلا مثال میگم که بهتر متوجه بشید، الان تو سودان ما اخباراشو داریم میشنم، تو خبرها میشنم آقا سودان داره نمیدونم اعتراض جنگ داخلی شده فلان. چقدر برای ماها مهمه؟ آره ناراحت میشیم، ولی واقعا فاجعه ای که فاجعه انسانی که الان تو سودان داره اتفاق میده، آه حاضریم براش کاری بکنیم؟ نه. خب ما ایرانی ها خودمون انقدر مشکل داریم که اصلا دیگه مشکل سودان دیگه توش کمه، دیگه نمیایم به مشکل سودان فکر بکنیم. بابا غربی هم همینه، فکر نکنید غرب مشکل نداره، غرب هم خیلی مشکل داره بچه ها، من برنامه هاشم ساختم، منتها غرب مشکل داره و مشکل قابل حل شدنه. کشور ما یه جمهوری اسلامی داره که سرطانه، اسلام سرطانه. خب این قابل حل شدن نیست مگه اینکه جراحی کنی از ریشه بزنی بره، همونطور که مسئله مذهب رو در اروپا و آمریکا حلش کردن. اینا خیلی مشکلات دارن بچه ها، مشکل اقتصادی الان به خصوص بعد از جنگ اوکراین و روسیه مال همه دنیاست، یعنی فکر نکنید مثلا اروپایی تو خوشی غرقن. اروپا مشکل اقتصادی داره، مثلا مشکلات اجتماعی داره، نمیدونم خیلی هر روز میبینی مثلا یه ارگانی مثلا چی میگن اعتصاب میکنن، هواپیمایی اعتصاب میکنن، اتوبوس ها اعتصاب میکنن، به هر حال مشکل دارن، حقوقشون میخوان بالاتر بشه. مشکل سیستم درمانی مثلا، واقعا سیستم همه جهان غربه، متخصص کم دارن، نمیدونم رسیدگی کمه، خیلی دیر وقت میدن تو اورژانس، ساعت ها باید معطل بشی. اینا همه مشکلاتیه که مردم همش دارن براش اعتراض میکنن، ولی حق اعتراض دارن، حق این دارن. آره درسته ممکنه مشکلشون هم حل نشه، ولی بالاخره چهار تا پلاکارد میارن دادشون رو میزنن، حداقل بالاخره میخوابه اون هرسشون، اون ناراحتیشون. متاسفانه ما یک میگم قده سرطانی داریم به اسم اسلام که اصلا مشکلات رو حل نمیکنه، مشکلات کشور ما رو پشت گوش میذاره و فقط چسبیده به اون اسلام کوفتی که حتی کشورهای عربی هم دیگه ولش کردن، گذاشتن کنار. خدا شاهده برنامه میخوام تهیه کردم براتون میسازم، سردمداران کشورهای عربی رو که اسلام مال اونهاست، اونها خودشون رو از قوم عرب و نمیدونن وابسته به قریش و نمیدونن این چیزا میدونن، ولی بیان ببینید که مثلا خاندان پادشاهی اردن رو برید نگاه کنید، هم بشار اسد سوریه رو با همسرش برید نگاه کنید، برید ببینید خاندان های عرب دارن چجوری زندگی میکنن، تیپ رو نمیدونم ریخ قیافه زناشون رو نگاه کنی، بعد بیاین مثلا سران جمهوری اسلامی نگاه کنی، مثلا زن چه میدونم این رئیس جمهورای ایران رو، آبرو ریزیه واقعا در دنیا. بگذاریم، خب تورم بوده، هزینه های زندگی بوده، اوضاع بین المللی بوده. اوضاع بین المللی بچه ها اروپایی ها خیلی بهش فکر نمی کنن، چون من دارم زندگی میکنم اینجا دیگه. اوضاع بین المللی منظورش بیشتر قضیه اوکراینه، چون به خودشون نزدیکه، در اروپاست و میتونه رو اقتصادشون، رو همه چیشون، رو امنیتشون تاثیر بذاره. به خاطر همینه که خیلی الان مثلا گزینه دومشون، دغدغه دومشون زده اوضاع بین المللی که همون قضیه اوکراین میتونه باشه، و شاید میترسن که مثلا به کشور دیگه کشیده بشه، وگرنه خیلی فکر نمی کنم. مثلا من تو سوئد که بودم بیشتر به قضیه مهاجرها فکر میکنن سوئدیا،
خب خیلی سوئدی ها هستن که مهاجر دوست ندارن، خب طبیعی هم هست. تقریبا یک جمعیت مثلا 9 میلیون 10 میلیون سوئد تقریبا میشه گفت نصف نصفش مهاجره. خب این معلومه که باید دغدغه داشته باشن و خوششون نیاد. و مثلا تو اسپانیا هم که زندگی میکنن بیشتر دغدغه مردم سیاست های داخلی خودشونه، مشکلات داخلی خودشون، سیستم درمانی، سیستم آموزشی، برای ایناست که بیشتر مثلا تظاهرات میکنن، اعتصاب میزنن، تجمع میزنن اینها. وگرنه اوضاع بین المللی که آی مثلا ایران چه خبر شد، سودان چی شد، اینجا جنگ داخلیه، آره تو اخبار میگن ولی خیلی دغدغه‌شون نیست. سومین دغدغه زده عرضه انرژی که خب تو زمستون بیشتر بوده الان کمتر شده. خب اونم طبیعیه، به هر حال اروپا یه کشوریه بچه ها سرد بدون آفتاب، و حالا به خود اروپای مرکزی و شمالی دارم میگم دیگه، منابع نداره، طبیعیه که انرژی دغدغه‌شون باشه. اروپای جنوبی بچه ها یه مقدار از اروپای شمالی، من تو اسپانیا در جزیره قنای زندگی میکنم دیگه، یه مقدار سیر پیشرفتشون کمتره. خب به خاطر هم عدم مدیریت هایی که البته نه به شدتی که اون چیزی که ما تو ایران داریم، ولی خب یه مقدار عدم مدیریت و مافیا بازی و بانبازی هستش. خب به خصوص تو ایتالیا، تو یونان، تو اسپانیا، به خصوص تو ایتالیا هستش. و به خاطر همین ببین مثلا الان جزایر قناری 365 روز سال آفتاب داره، به خصوص در جنوب جزایر که حالت کویری خوشه، 365 روز سال آفتاب تزمینی، آفتاب درست داره، نه آفتابی که یه اشعه مثلا تو سوئد میومد ما خوشحال میشن بدو بدو میرفتیم زیرش، آفتاب به کافی داره. ولی متاسفانه تا قبل از اینکه جنگ اوکراین و بحران انرژی پیش بیاد اصلا اینو انداخته بودن، ول کرده بودن. ولی همین الان که بحران انرژی پیش میاد، بچه ها من تو جاده ها که میرم میام میبینم که چقدر مزرعه های فیبر نوری زدن، زمین هایی که همینجوری افتاده بوده بکر، متاسفانه جاهایی که مثلا حالت جاده یا اتوبانی، نتونستم براتون فیلم بگیرم ولی حالا عکساشو میذارم، چقدر الان تو همین 3-4 ماه اخیر یه دفعه میری تو این جاده اصلا هیچی نبود، الان برداشتن کردن مثلا مزرعه فیبر نوری، پلاک های مثلا صفحه های خورشیدی زدن برای اینکه تامین انرژی کنن. باور کنید اسپانیا میتونه حداقل میگم انرژی خودش رو به صورت کامل بدون استفاده از نفت و گاز تامین بکنه، انقدر آفتاب خوبی که داره. ولی خب میگم متاسفانه به خاطر عدم مدیریت اینو ول کرد. ایران یه همچین چیزی رو داره، امکانی رو داره، و چرا هر کشوری، ببینید اروپایی ها کشورهای سرد، نمیدونم بی منابع، نه معدن دارن، نه نمیدونم نفت دارن، نه گاز، هیچی ندارن، این کشورهای سرد قابل زندگی کردن. ایران شما بهش دستتون افتاده، خاکتون سرتون کنن، خاکتون سر شیعه مخای مگسی احمقتون کنن، ایران دستتون افتاده با این همه منابع، به جایی که بخونی خاک بر سرتون برای آینده فکر کنین. البته شما میدونین که رفتنی هستین و خب مسلما به آینده ایران فکر نمی کنین. این هم منابع شما اصلا نباید دست به نفت بزنین، از همون آفتاب ایران اگه استفاده کنین میتونین کل منبع انرژی رو تامین کنین. ولی اصلا شما دیدین جایی مثلا پلاک های چه میدونم صفحه های نوری خورشیدی گذاشته باشن تو ایران؟ بچه هایی که تو ایران زندگی میکنن، من 10 سال تو ایران نیستم ولی لطفا برام بنویسین چرا ما زمستون مردم ما گاز ندارن. خب اینو چرا الان برق ندارن مثلا توی گرمای تابستون؟ خب اینا باید تامین بشه، اینا باید، آقا شما نفت و گاز صادر میکنین به اروپا، مشکل زمستون اروپا رو حل کردین، مردم خودتون بی گاز موندن، حداقل پنل خورشیدی بزنین، بذار استفاده کنین از این انرژی مفتی که خدا داده. و خاک بر سر شما که فقط فکر این هستین که حجاب این کوفتی از سر دختره ایران نکرده، دیگه هیچ دغدغه‌ای ندارین. بابا مردم به آیندهشون فکر میکنن، به خدا عربا آب شیرین کن زدن، پنل خورشیدی زدن، عرب هایی که ما تا چه میدونم ایرانی ها زمان شاه آرشون میمد سفر کنن به کشور عربی، الان از خداشون اقامت کشور عربی رو بگیرن، آدم متاسف میشه. خب بریم، پس تورم، هزینه های زندگی دغدغه اول مردم بوده تو اروپا، اوضاع بین المللی و به ویژه مسئله اوکراین بوده
دغدغه دومشون عرضه انرژی بوده، بیشتر در زمستان، و بعد تغییرات آب و هوایی. ببینید چهارمین دغدغه مردم اروپا گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی. ببینید چقدر حداقل فکر این مردم نسبت به مردم ما مقایسه کنی راحته. نمیگم اینا، میگم هزاران مشکل دارن، ولی حداقل چرا؟ چون به آینده فکر میکنن، چون تو گذشته 1400 سال پیش گیر نکردن، دارن به آیندهشون فکر میکنن. به خاطر همین تغییرات آب و هوایی برای نسل آیندهشون اینقدر برشون مهمه. و دغدغه پنجمشون مهاجرت و مهاجرپذیری کشورشونه، که خب این طبیعیه که بر صورت خب بعضی کشورها مثل سوئد و مجبور هستن به خاطر اینکه زاد و بلدشون منفی شده، انقدر گلوبال شدن و خب کشورشون هم سرد و شرایطشو نداره و مجبورن که مهاجر بگیرن. ولی خب از اون طرف هم طبیعیه که مردم به قضیه مهاجرت دغدغه جز دغدغه های اصلیشون باشه. اما در نهایت جوابی که من میخوام به همین خوشمذهبای احمق شیعه فلان فلان شده تو کشورمون بدم همینه که اومدن زدن خانم چه میدونم آدم زشت روسپی ولایی به اینا بگه، اومده نوشته وای من که قرار نبوده مردم ایران تو مردم اروپا تو خوشی غرق باشن. نه قرار نبوده غرق باشن، ولی حداقل آرامش رو دارن، حداقل یک احمقی مثل تو رو مخ زن و بچهشون و جوونشون نمیره. و دومم این که بله مشکل دارن، ولی مشکلاتشون رو حل میکنن، مشکلاتشون هم به امون خدا رها نمیکنن که مشکل رو مشکل مشکل رو مشکل که تورم اینجوری افسار گسیخته بالا بره. مثل شما نیستن که گیر بدن فقط به نمیدونم مناسک اسلامی و کوفت و زهرمان 1400 سال پیش. نه، مشکلاتشون رو فکر میکنن، براش برنامه ریزی میکنن و حلش میکنن. حالا شما بشینین هنوزم در توهم خودتون باشین تا ببینیم که کی به سلامتی گورتون رو گم میکنین برید. بچه ها زیاد صحبت کردم، سرتون رو درد آوردم. ممنون از اینکه این برنامه رو نگاه کردین. پاینده باشین، پاینده ایران عزیزمون، بدرود.